درود بر شما. امروز اومدیم در مورد یه حیوانی صحبت کنیم که خیلی شبیه به عکسای داخل فتوشاپه. این حیوان نشانه های یک گورخر رو داره، اما بدن قهوه‌ای شکلاتی اون بیشتر شبیه اسبه و صورتش هم شبیه زرافه است. اسم این حیوان اوکاپیه که در واقع بومی جمهوری دموکراتیک کنگوه. اوکاپی در واقع خویشاوندان نزدیک زرافه است، چون تنها عضو زنده دیگر از خانواده زرافگانه. این حیوانات منزوی فقط برای تولید مثل به همدیگه نزدیک میشن، اما متاسفانه به دلیل گسترش سکونت‌های انسانی این حیوان در معرض خطره. اوکاپی یک گیاهخوار گریزپایه که فقط در مرکز آفریقا در منطقه کوچکی از جنگل‌های کوهستانی استوایی دیده میشه. واقعیت جالب در مورد اوکاپی‌ها چیه؟ زبون بیش از حد دراز اوکاپی‌ها به نظافت کردنش کمک میکنه و اونقدر بلنده که یکی از معدود حیوانات در جهانه که میتونه گوش خودشو لیس بزنه. اما اوکاپی‌های گیاهخوار که از خانواده زرافه‌ها هستن چی میخورن؟ از اونجایی که اوکاپی یک گیاهخواره، رژیم غذایی اون منحصراً از مواد گیاهیه. اونا بیش از 100 گونه گیاهی رو مصرف میکنن که بعضی از اونها برای حیوانات و انسانها سمیه. همچنین اونا میوه ها و انواع توت ها و قارچ ها رو هم میخورن. اوکاپی ها کمبود مواد معدنی حیاتی و نمک بدنشون رو با خوردن خاک رس قرمز تامین میکنن. حالا ببینیم که چه عواملی باعث کاهش جمعیت این حیوان میشه. اوکاپی ها به علت داشتن قلمرو کوچی شکارچیان کمتری نسبت به بسیاری از گونه های دیگه دارن. شکارچی اصلی اونا پلنگه. اوکاپی نمیتونه با استفاده از حس شنوایی حساس خودش متوجه شکارچیانی مثل پلنگ بشه که در جنگل در حال پرسه زدنه. همونطور که ویدیوی جگوار در مقابل پلنگ رو دیدید، اینو باید بدونید که پلنگ خیلی خوب از درخت بالا میره و با این روش میتونه به راحتی از بالای درختها اوکاپی رو زیر نظر بگیره و در کمین اون بشینه. شکارچی دیگری که اون هم عضوی از خانواده گربه‌سانانه سرواله که اون هم مثل پلنگ در بالا رفتن از درختان مهارت بالایی داره. اگر ویدیوی سروال رو داخل کانال ما ندیدید، این بالا براتون میذارم تا بتونید برید ببینید. البته اینم باید بگیم که شکارچی دیگه اونا انسانه. گاهی اوقات دیده شده که اوکاپی ها با گرفتار شدن در تله هایی که مردم محلی برای به دام انداختن سایر حیوانات دیگه از اون استفاده میکنن مجروح یا کشته میشن. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. لطفاً حتما کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگولش رو هم بزنید. اگر هم دوست داشتید میتونید کانال رو به دوستانتون هم معرفی کنید.